ایده خلافت یا امارت اسلامی در دو دهه اول سده جاری پیروان زیادی پیدا کرد. آیا فروکش حرکت‌های جهادی چون داعش این آرمان را برانداخته یا اعتقاد به آن چون آتش زیر خاکستر زنده است؟ سلام. از خیابان‌های هرات تا دانشگاه‌های کابل تا مراکز آموزشی در بسیاری دیگر از کشورهای اهل سنت، کسانی که برای احیای امارت اسلامی جهد می‌کنند، بار دیگر رو به افزایشند. تحرکات آمریکا و متحدانش در منطقه به جای آنکه این جریان را تضعیف کند، انگیزه بیشتری به گروه‌های جهادی می‌دهد. تجربه شکست جریان‌های نسبتاً ملایم‌تر اسلام سنی در کشورهایی چون مصر هم به طرفداران امارت اسلامی نشان داد که شاید راه میانه را برگزیدن چندان کمکی به کاهش نگرانی‌های سکولارها و دولت‌های منطقه و قدرت‌های جهانی نکند. ناگفته پیداست طرفداران امارت اسلامی اعتقاد دارند شکست نمونه شیعی آمیزش دیانت و سیاست در ایران هم درسی برای آنان در بر ندارد. ولی حتی اگر چنین باشد، آیا گروه‌هایی که دو دهه اخیر را صحنه زورآزمایی اندیشه‌های جهادی با قدرت‌های غربی کردند، در شروع دهه سوم این سده حرفی برای گفتن دارند؟ محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلامی، میگوید مسلمانان سنی خلافتگرا باید به رابطه دیانت و سیاست به کلی متفاوت بیاندیشند. اما محمد الله صخره، او هم پژوهشگر مطالعات اسلامی، مخالف است و میگوید شکست جریان‌هایی که نام بردیم در ضرورت آمیزش دیانت و سیاست شبهه ایجاد نمی‌کند. خیلی خوش آمدید آقای محق. ابتدا به ما بگید بر اساس مشاهدات شما تا چقدر قضیه جدیه؟ واقعا رشد جریان‌های جهادی پس از شکست داعش اینقدر جدی هست که مایه نگرانی باشه؟ شکست نظامی یک گروه به هیچ صورت به معنای شکست ایده نیست، به معنای شکست ایدئولوژی نیست، به معنای فروپاشی زیرساخت‌های فکری نیست. در عمل گاه به فرصت ایجاد میکنه برای بازسازی و صفرایی مجدد یا بازنگری در تاکتیک ها و شیوه های جنگی و مبارزات، نه اینکه بازنگری در اصل فکر ایجاد کرده باشه. ولی فقط یک شکست نظامی نبود، برای اینکه بعد از اینکه داعش از منطقه‌ای که در اختیار داشت و کوچیک هم نبود منطقه بیرون رانده شد، مشخص شد در رقه نوعی بردهداری حاکم بوده، در رقه واقعا مردم در شرایط بسیار رقتباری میزیستن، در شرایطی که داعش درآمد نفت رو داشت و اینها از نظر تبلیغاتی برای گروه های جهادی فوق العاده بد بود دیگه. برداشت من اینه که داعش مثل اون نوک یک کوه یخ است که از آب بیرون زده. بخش عظیمتر فکر داعشی در طول 80-90 سال اخیر در منطقه ما گسترش یافته توسط گروه های مختلفه که اصل ایده خلافت و نظام مورد نظر خود را خواستن ترویج کنن و نهادینه کنن. یعنی داعش محصول آنی و مقطعی یک شرایط خاص نیست، بلکه ادامه یک سلسله از تحولات فکری، سیاسی و اجتماعی و این کماکان ادامه داره. مثلا در افغانستان، مثلا در افغانستان این اندیشه، خب طالبان رو هم میشناسن و میزان نفوذش رو و توان نظامیش رو میدونن، ولی این اندیشه در میان گروه ها جریان های دیگه رو به افزایش نفوذش؟ اساسا در 40 سال اخیر که ما در افغانستان سفری کردیم، خب چند طرحواره کلی بیشتر وجود نداشت. یکی طرحی که گروه های کمونیستی مطرح کردن و به شکست انجامید، یکی گروه های ملیگرایی که مهمترینشان آقای سردار داوود خان اینها بودند که اون هم تقریبا بس خورد،
راهکار دیگر راهکار گروه‌های اسلام سیاسی بود که در سال‌های جهاد مطرح شد، با تفاوت‌هایی که در جزئیات با هم دیگر دارند، در کلیات، در اصل فریم یا اون چارچوب اساسی بین فکر طالبانی و گروه‌های از مجاهدین شباهت بسیار اساسی وجود داره در نحوه نظامی که باید برپا کنن. حالا اسم این را چی امارت می‌ذارن؟ ولی منظورم اینه که افغانستان در 20 سال اخیر خیلی متفاوت شده. شهرهای افغانستان خیلی امروزی تر شدن. با وجود اینها فکر می‌کنید تفکر جهادی خلافتگرا رو به افزایش نفوذش؟ دقیقاً اگر یک آمار گرفته شود، اتفاقاً شده هم، یعنی مطالعات میدانی در دانشگاه هرات، کابل، ننگرهار و چند منطقه دیگر که حتی در داخل دانشگاه‌ها گروه‌های مثل حزب تحریر، طرفداران طالبان، طرفداران القاعده و حتی طرفداران داعش هستند و همه در دانشگاه ها در دانشگاه هم هستند. بله. بله. و حتی من شنیدم از بعضی دوستا در دانشگاه ننگرهار، مثلا استادا بر سر صنف جرأت نمیکنن که اندیشه انتقادی نسبت به این افکار مطرح کنن از در اثر نفوذی که گروه ها در بین جوان ها دارن. آقای صخره، نگرانی ایشون رو شما با شریک هستید؟ بله، نگرانی های وجود دارد، رشد افکار افرادگرایانه وجود دارد، اما من فکر میکنم که بیشتر این افکار باعث یک نوع شکستی پسا طالبانی هست که در عرصه سیاست افغانستان حاکم بوده. حکومت افغانستان در چند دهه که بوده، در دو دهه تقریبا، عاجز بوده از معالجه فقر، از معالجه امنیت، از معالجه این مسائل. بناهن این باعث شده که تا یک تعدادی تبارز بکنم، اما برعکس من به اندازه جناب ایشان نگران نیستم از این ناحیه، زیرا برعکس اندیشه جنگ و جدال در افغانستان از آدرس دین فروکش کرده است. تعداد زیادی کسانی که در زمان روس سلاح گرفتن و جنگیدن ما میبینیم که نمی جنگن، بلکه عضو دولت گشتن و در داخل جامعه یا در سیاست ذوب شدن. من فکر میکنم که آگاهانه یا ناآگاهانه دولت یا غیر دولت یا رسانه ها به شکل از اشکال وضعیت را از نظر فکری و خیم جلوه می دهند تا پوششی بوده باشد برای وضعیتی، برای شکستشان در عرصه تقدیم خدمات و رفاه و رخا برای مردم. از این جهت این قضیه را بزرگ جلوه می دهند. و فراموش هم نکنیم که یک حیصه این افرادگرایی محدودی که من به انداز ایشان نگرانش آنقدر نیستم، یعنی به ان انداز بزرگ، ولو که با افرادگرایی مخالفیم 100%، من فکر میکنم که در مقابل یا واکنش یا عکس العمل برای یک نوع افرادگرایی ضد اسلامی هم هست که ترویج یافته است در عرصه دانشگاهی در افغانستان و در عرصه نویسندگی. ما میتوانیم نویسندگان و دانشمندان و اهل قلم در افغانستان در این مقطع یک تلفیقی از فکر اسلام معتدل و بینش ها را جمع بکنن به یک هویتی سازگار با جامعه که به تعبیر وطنی ما نسیخ بسوزد نکباب نائل شوند. اما متاسفانه ما میبینیم این طور نیست، بلکه من نگران این هستم که اسلام ستیزی در افغانستان دارد پس دوباره زمان مرحله آغاز کمونیست ها را پس دوباره تجربه میکند و این باعث افزایش نفوذ جریان‌های افراطی میشه به قول شما. در اندازی میشود، چون البته عوامل و علل دیگری بشه. در مورد افغانستان گفتید جنگ و جدل از ناحیه دین چندان نیست، لااقل نگرانیتون نسبت بهش چندان نیست. در کشورهای دیگر اسلام سنی چی؟ کشورهای اسلامی هر کدام نسبتاً یک وضعی کاملا متشابه با هم ندارن، وضع متفاوت دارند. در مصر همیشه جریان اسلامی که نام گذاری می شد به نام اسلام سیاسی، که من با این اصطلاح مخالفم، یعنی ما اسلام سیاسی را مخالف هستیم اما سیاست اسلامی را ما مخالف نیستیم، که اگر شما در لابلای صحبت اگر برای ما اجازه بدهید در این رابطه می‌پردازم. بنابراین در مصر همیشه همین جریان خیلی بزرگ جلوه داده شده است تا پوششی بوده باشد برای بعضی توانمندی های ملی که مصر دارد از نظر تعلیم، از نظر منابع، از نظر هر چیز.
که بزرگترین مشابه افغانستان فکر میکنید این خطر بزرگ جلوه داده میشه تا مخالفین این جریان بیشتر از افغانستان در مصر، چون ما هیچگاه نمیتونیم که منابع مصر را از نظر تعلیمی و از نظر این آن با افغانستان مقایسه بکنیم، و همیشه زیر کنترل بوده است و همیشه بجز یک مرحله دهه 90 میلادی که گروه های افراطی از قبیل جماعت اسلامی و این آن و تکفیر و هجره و اینها قبل از این رشد کردن و به اعمال دهشت افغانی و تروریستی در مصر دست زدن، همان هم قابل کنترل بود، یعنی دولت مصر می توانست که اونها را کنترل بکند، و اما در مقابل آن وعده که دولت در بابت دموکراسی در بابت این مسائل ارائه می کرد عملی نشد. یعنی خلاصتا حجم حادثه در تناسب با غفلت دولت از ایجاد رفاه و امنیت و دموکراسی برای مردم کمتر بود. شما میگید حجم و در عراق هم همچنین حجم این خطر به گفته خودتون کم بود، ولی اینها سادات رو ترور کردند. آیا این خطر بزرگ نیست وقتی که رئیس مملکت رو، رئیس دم و دستگاه دولتی رو به راحتی ترور میکنن؟ این نشانه خطرشون نیست؟ جون کندی هم در امریکا ترور شد، اما خطری برای دستگاه دولت نبود. یک تروریست میتواند کاری را انجام بدهد، یعنی مثل اون یک ترور منفرد از جانب یک فرد منفرد بود در امریکا تقریبا بود. یک جریانی که دست به این ترور زد در یک مقطع حساس که اعترافی مرحوم انور سادات به کام دیوید و نسبتا که آن چیزی که ترور در برابر انور سادات را از نظر دینی هم محکوم میکرد، اینکه انور سادات خودش گرایش دینی بیشتر داشت، یعنی اون را رئیس جمهور مؤمن میگفتن. در واکنش به کم دیوید بود که انور سادات در واکنش با کم دیوید و اینکه مصری ها چی تحلیل میکنن و اینکه چی در داخل خود افسران آزاد چی اختلافاتی وجود داشته است، یعنی این بعد از آن حادثه حکومت مصر توانست که جریان ها را مهار کند، جریان طلایع الفتح، جریان قطبی ها، جریان تکفیر و هجرت، جریان جماعت اسلامی، همه حضورشان در بعضی رسانه ها و در بعضی عنوان روزنامه ها بود. اجازه بدید ببینم آقای محق موافق هستن با این نظر شما که این خطر اسلام جهادی، خطر گروه هایی که اگر نه به طور مستقیم با اسلحه ولی با خشونت سیاست امارتگرا و احیای خلافت رو ترویج میکنن، از نظر آقای صخره چندان بزرگ نیست، ولی مخالفان اونها چه در کمپ سکولارا چه در کمپ مسلمین این رو بزرگ جلوه میدن. باید تفکیک کنیم بین چند لایه. یکی این که در تقابل سیاسی ممکن است هر گروهی مبالغه کنه در بدنمایی یا سیاه نمایی طرف مقابل، بحث جداست، اما حداقل در دو زمینه میشه به شکل مشخص تر حرف زد. یکی بلاز تاریخی، تجربه تاریخی که این گروه ها دارند، یکی بلاز اپیستمولوژیک، رابطه ای که با خشونت وجود داره. بلاز تاریخی قبل از تکفیر و الهجره و قبل از قطبین و قبل از گروه هایی که جناب دکتر صاحب اشاره کردن، ما مهمترین جریانی که داریم جنبش مادر اخوان المسلمین هست. اخوان المسلمین در سالهای 1937 و 8 و اینها تا 48 سازمان به وجود آوردن به نام النظام الخاص. 20,000 نفر عضو مسلح داشتن اینها. در آموزش اینها افسران آزاد سهم گرفته بودند، به شمول آقای سادات. اینها از حجم قدرت اینها آگاه بودند. در سالهای آخر دهه 40 اینها دست به ترورهای زدند. کسی به نام قاضی خازندار کشته شد، بعدا نخست وزیر مصر ترور شد به نام نقراشی پاشا، و در اثر این مسائل بود که حکومت دست به اقدام متقابل زد و اصلاً به ناترور شد. این روند ادامه داشت. بعدها حمله های بر سر جمال عبدالناصر شد که متهم باز همین گروه ها بودن. حالا از لحاظ تاریخی تشکیک شده که دقیقاً بودن یا نبودن. یکی از موارد بسیار مشهوری که قابل تأمل و منطقی ما و شما تعلق داره اینه که نواب صفوی رفت در ایران، بله، ایشان رفت به مصر، بله، رفت با نواب صفوی ایرانی رفت مصر، رفت به مصر و با حسن البنا ملاقات کرد، تحت تاثیر اخوان قرار گرفت، بعدها آمد که دست به تشکیل فدایان اسلام زد، بله. و فکر میکنم که آقای کسروی هم
به دست اینها ترور شد. این روند ادامه داشت تا رسیدیم ما به آقای سادات که باز به دست امین گروه ها ترور شد و در سالهای 90 جناب دکتر سبخبرن که توریست ها و سیاهان خارجی در چند جا گروه های افراطی کشتن. خب، کما بیش و الان هم بیش از 1000 نفر مسلح داعش تنها دارد در منطقه های سینا و قسمت های از جنوب مصر که 1000 نیروی مسلح آموزش داده تهدید جدی هست. البته در افغانستان آمارهایی که ما داریم در حدود 5 الی 6 هزار نفر عضو داعش وجود داره که در جای مختلف اینا فعالیت دارن و مراکز نظامی دارن، جلب و جذب دارن و من همیحال اطلاع دارم که از مناطق مختلف عضو گیری میکنن، شبکه های ارتباطی دارن، این حال برای آموزش به جای مختلف روان میکنن. ممکنه اینها عضوگیری بکنن، شبکه‌های نظامی داشته باشن به دلیل پشتیبانان منطقه‌ای و جهانی که دارن. اما نفوذشون در جامعه چقدره؟ میدونم اشاره به دانشگاه‌ها کردید. وقتی میگم جامعه، منظور فراتر از مراکز تحصیلیه. مثلا آیا شما حرکتی که در هرات شروع شده از جانب یک امام جماعت پرنفوذ برای اینکه به قول خودشون نهی از منکر کنن و کارشون به اونجا میرسه که خودشون رو فراتر از قانون ظاهرا میدونن و تنبیه میکنن در سطح خیابان ها، آیا این رو هم بخشی از این ماجرا میدونید؟ یعنی فکر میکنید از گروه های مسلح متمرکز و مراکز درسی فراتر داره میره؟ این همون نکته ای بود که اشاره میخواستم بکنم که بعد اپیستمولوژیک یا معرفت شناسی قضیه معرفت شناختی مهمه، به خاطر اینکه اینها در زیر ساخت های فکری تفاوت عمده ای ندارن. داعش و این گروه ها تفاوت اینا در تاکتیک، نه در هدف. و شبیه همین تجربه شما اگر در مورد پاکستان مطالعه کنید، در سالهای 1990 گروه های از بعضی از مله ها پیدا شدن که منطقه سوات میگفتند، این منطقه میخواستن تطبیق شریعت کنن به همین سبب. کسی به نام ملا فضل الله بود، بعدا حکیم الله و بیت الله محسود و گروه های دیگر پیدا شدن. طالبان و گروه های افراطی از چنین بستر پیدا میشن و ظهور میکنن. در افغانستان که بیشتر مثال شهر هرات را مثال دادیم، دور از این که از ناحیه یا از زاویه شرعی بحث کنیم، از نظر عقلی و از نظر عرفی بعد از سقوط مرحوم سردار داوود، حکومتی سردار داوود، حکومت کمونیستی در افغانستان آمد، روس‌ها آمدند با همکاری امریکا و همین غرب، ادبیات جهادی رشد گرفت و مردم در مقابل کمونیست‌ها از همین ناحیه حرف زدند. وقتی که ما میگیم ادبیات جهادی و کسی را آماده می‌سازی برای شریعت، برای شهادت، لابد التزام به احکام شرعی را هم تایید می‌کنی و این التزامات در داخل جامعه افغانی زیاد گسترش پیدا کرد. بله، و بعدا طالبان آمد. چیزی که در نوبت پیش گفتید آقای صخری، یعنی می‌خواید بگید که این حرکات اسلامی این واکنشی است به حرکات تند از جانب دیگه، از کمپ دیگه. فعلا این اگر در رابطه، چون مثال هرات را دادید، من میگویم که یک جریان‌های تنظیمی هم و در مابین اسلامگرایا یا در مابین مسلمان ها، یکی هم جریان های ملاهای سنتی، همیشه در همه جا علمایی که سنتی تر بودن رابطه با تنظیم و جریان های سیاسی نداشتن، هم از خود دغدغه های در رابطه با تطبیق شریعت این مسائل داشتن و تقابلشان هم زاده همون آزادی یا تنگی که در همون جامعه وجود داشته است بوده است. فعلا در افغانستان وضعیت همون طوری که قبلا اشاره کردم شاید به اندازی رشد پیدا کرده است که این یک تعدادی میخواهند که خود واردی صحنه شن. اما فراموش نکنیم تا جایی که من فکر میکنم و معلومات دارم، تنها قضیه دینی نیست، بلکه قضایای جرم و جنایت و رشد اعتیاد و مواد مخدر هم که شدیداً، یعنی این گروه‌هایی که نهی از منکر میکنن از فساد و ناامنی و جنایت بیشتر، ظاهراً همین هست که بیشتر، چون ما 2 میلیون معتاد داریم در افغانستان. کسی که به شهر کابل برود، در داخل راه که به اصطلاح ما مردم سرک میگوین، بوته هایی را میبیند، فکر میکنه که این بوته گل هست، بالایشان چادر کشیده شده و در زیر میبینه که انسان های معتادی هستند.
اینها به دزدی روی میارن، در شهرها، در ولایات، در اطرافی ولایات را معتادین احاطه کردن و به هر شکلی که از شاید حکومت افغانستان نیت خیر داشته باشد، اما وضعیت رسیدگی به این مسائل باعث شده تا مردم به سوی علما و به سوی این مردم روی بیارن. من در این زمینه متفاوت فکر میکنم. برداشتم این است که تمایل به اقتدار و سلطه و دست یافتن به نفوذ یک کشش بسیار عمیق در بین این افراد هست. وقتی که اینها پول به اختیار اینها قرار میگیره، مراکز مالی تشکیل میدن، شبکه اجتماعی دارن، بعد رسانه در اختیار خود دارن، این سکوی میسازن برای خیز زدن و جهش به طرف سلطه. و در پس این ماجرا طبعا دست های دیگر هم هست. قضیه هرات اگر در نظر بگیریم، هرات در یک گسل قرار گرفته، خط گسل بین دو مدار جاذبه قوی که یک طرف ایران است و یک طرف سعودی. و این آقایانی که حالا وارد این بحث ها شدن، در ظاهر قضیه از احساسات مردم عامه استفاده میکنن که بی‌حجابی و فحشا و فلان و فلان، ولی در پس خود در واقع اینها لشکرکشی و جبهه گیری و سفارایی دارند که دو قدرت منطقه‌ای که اشاره کردم، اینها از این طریق در واقع در مقابل همدیگر سفارایی میکنند. منظور شما اینه که رشد جریان‌های امارتگرا و خلافتگرا نتیجه جنگ نیابتی است که بین قدرت‌های منطقه‌ای در جریانه؟ اصلا به نظر من اسلام سیاسی در 80 سال اخیر هیچ وقت بازیگر اصلی ماجراها نبوده. همیشه بازیچه در دست قدرت‌های استخباراتی محلی یا بین‌المللی بوده. چون دکتر سبم اشاره کردن در جنگ‌های سرد، در دوران جنگ سرد هم این کار شد، الان هم به شکل دیگر ادامه داره. این آیا ناشی از فراموش کردن ریشه های اسلام سیاسی در منطقه نیست؟ گویی فقط خارجی ها بازیگران منطقه‌ای هستن که میان و این رو در منطقه میکارن. خود شما نه نمیگم که میکارن، نه. یکی اینه که بستر فرهنگی وجود داره، دوم اینه که در قالب یک پروژه سیاسی استخدام میشود. ما تجربه بزرگ قرن 19 داریم در جهان اسلام و تجربه قرن 20 داریم. در قرن 19 جریانات اصلاحگرا و مدرنگرا در کشورهای ما و شما به موفقیت به پیش می‌رفتند، از مصر تا ترکیه تا ایران تا افغانستان، هند و جاهای دیگر. خوب. اما در قرن 20 گروه‌هایی که به این شکل آمدند که از شروع از اخوان المسلمین بعد جماعت اسلامی مودودی در پاکستان و ادامه این رسید به ایران و جاهای دیگر، اینها در درون یک پارادایم بزرگتر تبدیل شدند به بازیگرانی که توسط دست‌های بزرگتر استخدام می‌شوند. آقای موقع حرف شما در واقع به اینجا می‌انجامه که بگیم گروه‌هایی که اسلام مدرن و امروزی رو تبلیغ می‌کردند بومی بودند، ریشه‌دار بودند، گروه‌هایی که اسلام خلافتگرا رو می اومدن تبلیغ میکردن بازیگران نیروهای در عرصه سیاسی مجد. در یکی در عرصه سیاسی از خود طرح مستقل نداشتن، الهام گرفته از عوامل دیگر بودن. یعنی ریشه بحث خلافت اگر در نظر بگیریم، مثلا وقتی که عثمانی ها فرو پاشیدند، در بین حاکمان عرب که همپیمانان انگلستان بودند، همپیمانان انگلستان بله. این تمایل وجود داشت که به جای ترکان عثمانی عرب‌ها را به عنوان خلیفه انتخاب کنند. بله. و اینها غیر مستقیم تشویق کردند کسانی که ایده خلافت را می‌پروراندند. رشید رضا کتاب نوشت در این زمینه که استاد حسن البنا است. بله. در بعض جوانب سعود در واقع می‌خواست متولی جهان اسلام بشه. و هاشمی‌های بله. اردن هم همچنان، بعد ملک فاروق هم و حتی محاکمه علی عبدالرزاق و اخراج او از هیئت علمی ازهر به خاطر این بود که اون نقد کرد اندیشه خلافت را و برنامه ملک فاروق را در واقع ناکام ساخت. یعنی این گروه ها در واقع در خدمت برنامه سیاسی بزرگتر قرار می گرفتند. خب یعنی عام‌تر اگر بحث بکنیم، بعد از سال 1924 سال اعلان الغای خلافت، ما فراموش نکنیم که حتی قبل از آن جهان اسلام در یک مراحل اخیر شکست قرار داشت و همون طور که مرد بیمار میگوین، خلافت عثمانی مرد بیمار گردیده بود و با الغای خلافت هم ماجرا پایان نیافت. کشورهای استعماری و مقتدر روس، انگلیس و فرانسه توانستند که بعد از الغای خلافت ساحات عظیم اسلامی را بگیرند، بلکه در حقیقت این هالند تا اندونزی رسید و این فرانسه افریقا را گرفت و روسیه تمام ساحات آسیای میانه را گرفت.
آیا این اشغال ها نقش در انگیزه مردم برای دفاع و برای استرداد سرزمین هایشان داشت یا نداشت؟ این زمینه‌ای که شما توصیف کردید، الغای خلافت عثمانی، یک حالت روانی در مسلمان ها ایجاد کرد که توصیف اصلیش شکست و ناکامی بود. ما از بین رفتیم، خلافتمون برچیده شد. و اونایی که اینجوری توصیف میکنن میگن که جریان های خلافتگرا کماکان میخوان بازگردن به عقب، به اون مبدا، به زمان خلافت، و این ممکن نیست دیگه در جهان امروزی. بله، گفتن ما شکست خوردیم، اما اینکه آیا لازمه پیروزی ما یا تلافی شکست ما برگشت خلافت باشد یا نباشد، این را همه نگفتن. اکثریت بعد از 1924 دغدغه پس احیای خلافت را نداشتند، به جز تعداد محدودی. اصلا من نداشتم یا نداشت به عنوان مؤسس بزرگترین جنبش اسلام. حسن البنا برای ایجاد یک رابطه مشخصا در رسائل خود به خلافت تاکید کرده یا نکرده؟ من تعریف از خلافت را اینجا میگیریم. اون حسن البنا اون برداشتی را که بگیم یک خلیفه واحد تعیین شود که همه را پس دوباره در زیر چتر بیارد و همه یک پایتختی را انتخاب بکنن، من این را نمیفهمم از سخنان حسن البنا. برعکس، بلکه تمام بعد از حسن البنا، که شما خودتان بهتر میفهمید که حسن البنا معتدل ترین اخوانی ها بود، اگر مخالف نباشد با این حرف من. ببینید آقای داروش، اینهایی که بعد از این آمدن، اینها همه دغدغه احیای خلافت را نداشتند، بلکه رفع تجاوز و یا اشغال را داشتند. بله، این نکته مهمیه. اجازه بدید این رو وصل کنم به چیزی که پیشتر گفتید و این یه مقدار بحث ما رو نظری تر میکنه. آقای صخره تمایزی قائل شد بین اسلام سیاسی و سیاست اسلامی. برداشت من این است که از نظر ایشون بسیاری از گروه هایی که شما افراطی می نامید در پی اسلام سیاسی در سبک و سیاق اهل سنت نیستند، بلکه در پی سیاست اسلامی هستند و احتمالا معتقد هستند اینها رو نباید افراطی یا جریان های جهادی که موجبات نگرانی فراهم میارن رو توصیف کرد. اگر به طور موردی بخوایم در نظر بگیریم، مثلا مهمترین نمایندگان این جریان ها کیایند، بحث حالا داعش و اینها رو یک طرف بگذاریم که بر سر اون تقریبا اتفاق نظر داریم همه ما که افراطی هستن، ولی جماعت اسلامی پاکستان که مودودی تاسیس کرده، افکار ابوالعلای مودودی چقدر تاثیر داشته در بحث امارت و خلافت، تطبیق شریعت، نظام ناب اسلامی، حتی تئوکراسی اسلامی که در آثار خود ایشان به او اشاره کرده. سید قطب در کتاب معلم فی طریق و فی ظلال القرآن بحث حاکمیت به گونه ای مطرح میکنه که با اندیشه خوارج بسیار نزدیک میشه و این همین اندیشه را از مودودی گرفته. و این رو در مورد حزب تحریر افغانستان هم شما اعتقاد دارید؟ حزب تحریر خب جریان جهانی است، اصلا از اردن شروع شد. در افغانستان، در این سالها در افغانستان و آسیای میانه و پاکستان و جای دیگر هم نفوذ پیدا کردن، گرچه حزب تحریر از اخوان جدا بوده و اختلاف دارن در بعض سلیقه، ولی در اصل ایده خلافت همه اینها متفقن. و در رابطه با یک نکته که در صحبت های اشاره شد که کشورهای ما در گذشته دارای قدرت یا عظمت بودند، بعد استعمار اینها را آمد متفرق کرد، به لحاظ عینی واقعی در او دوره ها ما متفرق بودیم. یعنی امپراتوری عثمانی بر هند حکومت نمی کرد، بر آسیای میانه حکومت نمی کرد، هر کدام اینها وضعیت خاص خود داشتند. بله، یعنی تفرق اساسا وجود داشت، ضعف های درونی در این جوامع بود. بله، این بحث مهمی است که ما در پرگار بهش پرداختیم. برای بینندگانی که یا شنوندگانی که علاقمند هستند، ما بحثی در مورد اینکه عامل شکست های پیاپی قدرت های اسلامی و تا حدی میشه گفت توسعه نیافتگی کشورهای اسلامی در حال حاضر چیه صحبت کردیم و اونجا صحبت‌های یا نظرات برنارد لوئیس خیلی مایه جدل شد. بیننده‌ها میتونن به اون مراجعه کنن. اما اجازه بدید به بخش اول صحبت‌های شما بازگردیم و از آقای صخره بپرسم، آیا واقعا اونجوری که آقای محق میگه میشه تمایزی بین اسلام سیاسی و سیاست اسلامی دید در میان این گروه ها؟ یک نقطه را جناب استاد محق خیلی خوب اشاره کردن و نقطه مهمی هم هست که نظریه حاکمیت مودودی و
این اصل است و سید قطب متأثر است از مودودی و همه بفهم. اما من با این نقطه ای که ایشان فرمودن که تیوکراسی اسلامی را مطرح کرد مودودی، من معتقد نیستم. تیوکراسی یک رساله داره به نام سیستم سیاسی اسلام، ترجمه شده و در اونجا مثال ها میزنه، میگه که دموکراسی داریم، تیوکراسی داریم و فلان، بعد نظام اسلامی چیزی است که میشه او را تیو دموکراسی گفت. خب یعنی بر تعریفی معروفی که از تیوکراسی هست و استعمالی که داشته او استدلال میکنه به بحث حاکمیت در کتاب خلافت و ملوکیت هم مجدداً و بحث پرداخته که خدا حاکم تمام کائنات است، در زندگی امام تنها او حاکم است و تیوکراسی عبارت از حاکمیت خداست. اما خدا خود نمیاد که حکومت بکند، نه، یعنی که به این معنا که هیئتی هست، جماعتی هست. یعنی مودودی تا جایی که من فهمیدم مشارکت مردمی در یک حکومت را میپذیرد، اجتهاد را که جای عقل یا ورودگاه عقل سیاسی مسلمان ها هست این را میپذیرد، بناهن به این مسائل حاضر هست، قیاس را میپذیرد. این مسائل را وقتی بپذیری و نظریه اهل حل و عقد را بپذیری، پس بناهن یک فرد واحدی که حکومت بکند اون را نمیشود که بگویم که اگر خلافت رو میخواد زنده کنه نمیخواد خلیفه رو دوباره برگردونه. دقیق آقای داروش. و همچنین ما مودودی را مطالعه کنیم در یک نماینده تمام بینش کامل اسلامی نشماریم، بلکه زاده ظرفیت هند و پاکستان هست. آقای سخر شما به من بگید که در... بسیار خب، ای کاش میشد این بحثای تاریخی رو در مورد این جریان ها کرد در این برنامه، ولی جاش نیست. شما به من بگید که وقتی میگید سیاست اسلامی، این رو چجوری در چند جمله توصیف میکنید؟ یعنی جریان هایی که طرفدار امارت اسلامی هستند یا خلافت اسلامی هستند، ولی به گفته شما اینها اولا خشن نیستند، دوما اینها نمیخوان اون بساط خلافت رو با اون خلیفه به اون شکل زنده کنن، بلکه میخوان امروزیش کنن. اینها چطور سیاست دینی رو میخوان طرح بریزن؟ در اسلام یک سطح اعلاست که تطبیق یا ایجاد یک حکومت فضائلی، یعنی شبیه یک مدینه فاضله، این ممکن نیست. بناهن اسلام حد ادنای از حضور خود در یک حکومت را میپذیرد و همین کفایت میکند. پذیرفتن به معنی این که یعنی کفایت میکند، حد ادنای از حضور که اگر اون زائل شود دولت به کفر بواح نظر به حدیث تبدیل می شود. کفر یعنی این حد ادنا، حد ادنا کلیات اسلامی، اصول اسلامی تطبیق بوده باشد. خب یعنی حالا اجازه بدید برای اینکه به آقای محق برسیم و وقتشون زائل نشه، خیلی کوتاه بگم که اگر یک حزب سیاسی اسلامی با نخبگان اهل سنت در جامعه چون افغانستان بیاد بگه که من حزب دینی هستم، من بخوام به قدرت برسم و من میخوام این چارچوب های کلی اسلامی رو در جامعه جاری و ساری بکنم با زور حکومتی دیگه، چون حکومت ابزار اجبار داره دیگه، این به نظر شما کار درسته؟ این سیاست دینیه، درسته؟ این توصیف من درست بود یا نه؟ این میتواند گاهی اوقات ایجاد کردن یک تنظیم در داخل یک جامعه که اونجا مسلمان است هم میتواند که درست نبوده باشد و گاهی میتواند درست بوده باشد. این مسئله تشخیصی است، یعنی در یک کشوری که آنجا جامعه مسلمان بوده باشد، قانون اساسی اسلامی وجود داشته باشد و ظاهر شدن یک تنظیم مخالفت بکند و مصادمت بکند و ایجاد فتنه بکند، امکان دارد که نادرست بوده باشد و امکان دارد گاهی اوقات که اگر حکومت در تنفیذ اوامر کلیات اسلامی تغافل میکند یا غفلت میکند، اینجا ظاهر شدن یک تنظیم که حکومت را تنبیه بکند و به امر معروف و نهی از منکر که یکی از اساسیات اسلام است کمک بکند، شاید درست شود. من فکر میکنم که در بخش تیوری های سیاسی که گروه های اسلام سیاسی به او چنگ میزنن، یک آشفتگی بسیار جدی وجود داره و این آشفتگی را از لحاظ تیوریک وقتی ما بهتر تشخیص میدیم که با مباحث فلسفه سیاسی در مکاتب دیگر مقایسه کنیم، از آنچه که از جمهوریت افلاطون و سیاست ارسطو شروع میشه، این روند میآید تا عصر روشنگری. آیا فهوای کلام شما این است که این آشفتگی رو در صحبت های آقای صخره هم میبینید؟ همه، نه تنها جناب آقای صخره که دوست عزیز ما هستند، بلکه تا مولانا مودودی و سید قطب و ایمن زوایری و حسن البنا،
همه در بخش تئوریک مسائل سیاسی یعنی فلسفه سیاسی واضح نیست. مثلا بحثی که ایشان اشاره میکنن که اسلام چنین نظری داره، وقتی ما میگیم اسلام در سطح صرفا تئوریک کتاب و سنت، یا اسلام به عنوان یک مؤسسه و نهادی که تمثیل میشه که یا الازهر است یا دیوبند است یا نجف و قوم است یا مرجع تقلید است یا کدام متفکر است، این مسائل همین الان شفته است که مثلا در مصر فرض بر این بگذاریم که نظام اسلامی قرار است تطبیق بشه، این نظام اسلامی نماینده و الازهر مصر است یا اخوان المسلمین مصر است و این هم دیگر قبول ندارن، هر دو هم روایت خود از اسلام دارن. اینها وقتی که میخوان وارد سیاست اسلامی شوند یا چارچوب تعیین کنند برای نظام سیاسی اسلامی، کدام اینها نمایندگی از اسلام میکنه در این موقعیت؟ اما با همدیگر را قبول ندارند. به طور مثال ازهر و اخوان به جنگ و به شمشیرکشی نرسیدند، مثلی که در یک جامعه آزادی بیان هست و دموکراسی هست، ازهر و اخوان اختلاف میکنند و ازهر چون نسبتا شما بهتر میفهمید که یک مؤسسه رسمی است در قانون اساسی مصر داخل هست، اخوانی ها همیشه احترام خودشان را به ازهر داشتن. جناب دکتر سبوسو بگذارین، در تئوری روی کتاب، روی ورق، روی نوشته، آیا تونستن که این مرزها را تفکیک کنن که نماینده اسلام کیست؟ او کسی که چارچوب های سیاست اسلامی را تعیین میکنه از کدام صلاحیت های تئوریک یا علمی یا عملی یا جایگاه و مشروعیت مردمی برخوردار است؟ نقش مردم چیست؟ در کدام کتاب هم چیز بسوار؟ ولی آقای ماهر شما آیا یعنی ببینن اگر قیاس بکنیم که هر آن مقیس علیه، ایشان میفهمن مقیس و مقیس علیه، مقیس علیهی که ما بگویم تئوری اسلامی در سابق در صدر اول و دوم، ممکنه بفهمن، من نمیفهمم و احتمالاً بخشی از مخاطبان هم نمیفهمن، بنابراین یعنی بهتره ترجمه کنید. وقتی ما میخوایم قیاس میکنیم، بله. وقتی که ما میخوایم که قیاس بکنیم و یک چیز دیگر را محل قیاس قرار بدهیم، یعنی همین مقیس علیه ما، آن چیزی که بر اون قیاس میکنیم، نظریات اسلامی یا تئوری اسلامی را در عرصه حکومت داری یا حتی دخالت اسلام در سیاست را نقد میکنیم بر و ارزیابی میکنیم بر اساس امروز یا بر اساس اینکه مفهوم دولت ذاتاً از قدیم تا هنوز وجود داشته ولی رشد کرده آهسته آهسته. هیچ کسی من فکر میکنم نمیگوید که جناب دکتر سم شما بیاین در تاریخ ببینین فکر در رابطه با فلسفه سیاسی در بین مسلمان ها چند جریان داریم. فارابی یکی از بزرگترین تئوریسین است، افکار خود را از یونانی ها گرفته. اون طرف دیگه ماوردی است، کتاب احکام سلطانیه. کدام افکار خود را مثلا فارابی مدینه فاضله، نقش حکیم، حاکم، فلسفه، نقش فیلسوف، یعنی مقصودم که یعنی در هدف همین است که آشفتگی تئوریک حتی در اون دوره هم هست. احکام سلطانیه ماوردی امروز پژوهشگران میگن که اقتباس شده از آثاری است که از ساسانی ها مانده بوده، ایران شهر سابق. بله. و کلیله و دمنه از هند آمده، از یک فرهنگ دیگر رابطه قدرت خواسته نشان بده و در بین فقهای ما اختلاف نظر جدی وجود داشته، بین امام ابو حنیفه مثلا تا ابن حنبل. ولی آقای محب، خوب آقای محب، آیا شما ببخشید آقای سخری، آیا شما به یک مملکت اسلامی به این معنا که مردمش مسلمان هستند میتونی بگی که به دلیل تناقض‌هایی که در میان نظریه پردازان مسلمان در طول تاریخ بوده ما راهی نداریم جز نهادن، وانهادن، کنار گذاشتن هر نوع سیاست دینی؟ نه، میتونی بگی؟ نه، بس با این نیست که هر جور سیاست دینی، بس تفکیک نهاد دولت از نهاد رسمی دینه. خب اینجا به این سوالی که بله. اینجا به سوال مهم میرسیم. مؤمن وارد عرصه سیاسی میشه، مانعی نداره اینکه از ارزش‌های دینی خود الهام میگیریم، مانعی نداره، حق شهروندی ماست. اینجا به اون سوالی میرسیم که من از آقای صخره پرسیدم، میخوام از شما بپرسم، شما چه نوع سیاست دینی، یا شاید دقیق‌تر بگم با آشنایی که با آرای شما دارم، شما چه رهیافتی برای دیندارانی که میخوان در سیاست نقش مؤثر ایفا کنن ارائه میدید؟ من فکر میکنم و ایتانا نظر شخصی من متفقا نیست، آقای غنوشی، محمد غزالی، کسان دیگری هم به همین نظر رسیدن. غنوشی در تونس. بله. نظام های دموکراتیک بهترین نظام برای یک جامعه است که حتی بخوای ارزش های دینی خود را دنبال کنه. در نظام دموکراتیک دیکتاتوری کنار گذاشته میشه، مشارکت مردم بستر پیدا میکنه. طبعا نظام دموکراتیک نظام بی عیب نیست، کارل پوپر هم گفته بقیه هم که شاید فاسد ترین نظام باشه، اما بهترین نظام فاسد چیزی شبیه. خب در این نظام دموکراتیک کار مثلا
یک گروه از جوانان مسلمان که دغدغه آموزهای اسلامی در جامعه دارن، به نظر شما چی میتونه باشه؟ تشکیل حزب اسلامی میتونه؟ میتونن حزب اسلامی تشکیل بدن، میتونن وارد پارلمان بشن، میتونن از طریق مکانیزم های قانونی پذیرفته شده مورد قبول مردم دیدگاه های خود برای تغییر قوانین پیشنهاد کنن و این مردمی که به اینها رأی دادن بخوان شریعت جاری بشه، جواب چه خواهد بود؟ وقتی که فیصله و خواست مردم باشه، در یک نظام دموکراتیک خواست مردم اصله، لکن همون مردم اگر تجربه کردن و دیدن که طرح این حزب ناکام بود، اقتصاد اینها رو ورشکسته ساخت، آزادی های اینها رو سرکوب کرد و حقوق دیگر اینها رو، پس همون مردم حق دارن که این چیز از اونا بگیرن. مطلب را گرفتم. ببینیم ما در سرزمین اسلام چیزی به نام خلای سرزمین از اسلام نداریم، ولو که حزب اسلامی وجود نداشته باشد. یعنی حضوری احکام شرعی به هر شکلی که هست باید در جامعه باشد، تا زمانی که این اکثریت ادعای اسلام میکنن. وقتی که اگر ادعای اسلام نمیکنن یا متفق میشن میگن که ما دیگر اسلام برای ما صالح نیست، اینها از دایره اسلام میبرایند، اگر صراحتا با اعتقاد، نه بر اساس ضرورت. بله. چون میشود که بر اساس ضرورت من بگم که من یک سکولار هستم. بله. سکولاریست را میپذیرم. این یک بحث. اما ابهام را اشاره کردن جناب ایشان، در اصلی اول اسلامی که قرآن هست، ما آیات عدیدی به سوی دولت داریم. همین پیامبر وقتی که میگوید در قرآن، وقتی میگوید که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، و این که میگوید که برای فلاور، یعنی ترجمه آیات این که نمیتوانن مسلمان شوند تا زمانی که تو را حاکم نسازن، و این که میگوید که شما بهترین امت هستید که امر میکند به معروف و نهی میکند از منکر، و این که میگوید اجازه داده شد برای آنانی که ظلم شدن این که حالا بجنگند، یعنی تشکیل قیادت، جمع کردن اموال، توزیع اموال برای فقیران، تعیین کردن قضات، این مسائل را که پیامبر کرد گفته شده، وظیفه هر فرد مسلمان چنین بکنه. وظیفه هر فرد مسلمان است که از حاکم وقتی که طرفداری تعیین حاکم بوده باشد. یعنی ما اگر ما محض معروفی داریم که میگوید که حاکم باید... چیه آقای صخره؟ منظورم اینه که آیا این چیزهایی که شما گفتید، فارغ از این که حکومت در دست کی باشه، وظیفه هر فرد مسلمان نیست؟ اگر جواب بهش بله هست، که به نظر من میاد شما میگید بله جوابش بله هست، اون وقت این مایه رشد گروه های خلافتگرا خواهد شد دیگه، و این گروه های خلافتگرا با حاکم، با نظام حاکم می جنگن، حتی اگر اون نظام حاکم به شکل دموکراتیک به قدرت رسیده باشه. و اینجاست، برمیگردیم به سوال اول برنامه، اینجاست که خطر گروه های امارتگرا و خلافتگرا دیده میشه. بله، تعیینی یک حاکم در مابین امت اسلامی چیزی متفق علیه هست در مابین مسلمان ها، در میان مسلمان ها. و بعداً وقتی که این تعیین شد، اگر بر اساس شرعی بگیریم، اگر بر اساس شرعی تعیین حاکم رو نگیریم، بر اساس عقلی بگیریم، گیریم که دور از مسائل شرعی تعدادی آمدن حاکمی رو تعیین کردن، اینجاست که مسئولیت تنفیذ از آن حاکم هست، نه اینکه هر کس بیاید خودش زکات را تقسیم بکند، زکات را جمع بکند و هر کسی را ببیند. اگر و حتی نهی از منکر در چوکاتی نصیحت و دعوت هست، نه اینکه خودی هر مسلمان بیاید جامعه را به تشدد وادار. و این مسئله را ماوردی اینها هم بیان کردن، گفتن تنفیذ کردن خودسرانه برخلاف دستور امام موجب افتئات علی السلطات می شود، یعنی اینکه خود یک قدرتی را در داخل قدرت ایجاد کردن، و این به هرج مرج می کشد، مگر اینکه کفر بواح برسد. کفر بواح به معنی اینکه یعنی بله. هیچ دیگر التزام حاکم در قبال اسلام نداشته باشد. آقای مهم، من فکر می‌کنم در پس این مباحثی که جناب دکتر صاحب اشاره میکنن، یک مفهوم پیشا مدرن از دولت و دولتداری نهفته است، و اینم یکی از اشکالات بحث گروه های اسلام سیاسی است که روند دولتداری را در بستر تاریخ بررسی نمیکنن. 4,000-5,000 سال، 6,000 سال میشه که بشر دولت تشکیل داده، نظام های مختلف، امپراتوری ها، و در این بستر روز به روز رشد کرده تا ما به عصر حاضر رسیدیم. امروز مفهوم دولت با مفهوم یک حاکمی که در یک جامعه قبیله‌ای بود فرق میکنه.
درسته بعضی چیزایی که شما اشاره میکنین که در صدر اسلام چنان بود، واقعیت اجتماعی و تاریخی همون بستر هم باید در نظر گرفته بشه و نصوصی هم که اشاره کردین مثل ایو حکیم که فی ما شجره بینه و امثال اینها، چون به اینها همه جواب داده شده و مقالات و بحث‌های مفصل نوشته شده، وقت هم نداریم که وارد اینها بشیم. اینها یکی از برداشت‌هایی است که از این نصوص میشود، وگرنه بحث حاکمیت یا حاکمیت در آیات هم که میاد به یک معنا نیست. بحث اتم لم یحکم ما انزل الله تنها به یک معنا نیست، که شما خیلی خوب بلد هستین با گرامر عربی. من لم یحکم به ما انزل الله، اگر حکم همراه بین باشه، همراه علا باشه، همراه فی باشه، معنی اینا فرق میکنه. در لسان العرب تقریبا 15 16 معنا برای مفهوم حکم حاکمیت گفته شده که این واژه ها دارن. یعنی نصوصی که وجود داره نصوص قطعی نیست که یک مؤمن مکلف کنه که شما باید حکومت با این ویژگی تأسیس کنید. قطعی هست استاد محق. ببینید نص چیزیست که امتداد پیدا میکند. جوینی آمد و آمیدی آمد و ماوردی آمد و ابیالا آمد و این حتی ابن سینا و ابن خلدون، اینها همه آیا کسان اینها که مفکرین سیاسی اسلام هستند، اینها نوشتند و اینها از حاکمیت و از لزوم حاکمیت حرف زدند؟ نظر نداشتند دکتر صاحب. داشتن همین بحث امت اسلامی رو مطرح کردید، خلیفه و سلطان و اجازه بدید آقای و اسلامی رو مطرح کردید. مثلا این سوالی که من میکنم بخصوص برای اونهایی که در ایران هستن جالبه. شما صحبت از امت اسلامی میکنید در شرایطی که در همین جهان موجود مسلمانان شیعه در هند به جای اینکه در کنار مسلمانان سنی باشند که اکثریت مسلمانان اونجا هستن، در کنار هندوها قرار گرفتن در مسائل بسیار مهمی مثل اون معبدی که مسلمانان سنی میگن باید تبدیل به مسجد بشه چون مسجد بوده، ولی هندوها میگن نه معبد هندوهاست. مسلمانان شیعه در این ماجرا در کنار هندوها قرار گرفتن، در کنار دولت هند قرار گرفتن. بنابراین کدام امت اسلامی؟ اگر امارتگرایان خلافتگرایان میخوان امت اسلامی رو در یک مجموعه جمع کنن و امارتی تشکیل بدن، از همین حالا میدونیم که بخش مهمی از این امت رو دارن کنار میگذارن دیگه. بله، من اتفاقا همین را میخواستم در سخن ایشان اضافه بکنم که دولت مدرن فرمودن تعدد اقطار، یعنی اینکه یک امام در یک جان بوده باشد، یعنی تجزیه دولت اسلامی بر اساس ملت، یعنی یا یک امت اسلامی یک شاخه در یک جا یک در یک جای دیگر، این هم در زمان دو امت اسلامی اون وقت یک امت نه یک امت، اما تعدد جای ها به عنوان یک نظریه از سوی امام حرمین جوینی شناخته شده. حدیث چی میگن که میگه اگر با یک بیعت شد و نفر دوم پیدا شد ادعای بیعت کرد، فقتلوه یا فضربو عنقه بالسیف، گردن او را بزنید اگر دومین کس خواست که از مردم بیعت بگیرد به عنوان امیر مسلمانان، امیر مؤمنین یا خلیفه مسلمانان. یک خلیفه نمیتونه من در یک بیشلیم نمیگه دو خلیفه وجود داشته. من این را جواب میدهم، اما یک نکته مهمی هست. اسلام در خود قرآن میان امت و میان اقلیم فرق کرده است. ما در قرآن نصی داریم میگوید که والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني كسانك إيمان آوردن هجرت کردن و كسانك جاي دادن، إنها دوست هم دیگر هستن. كسانك هجرت نکردن اما مسلمانن، إنها شما با إنها رابطه دوستی ندارن، رابطه امت دارن، و اگر از شما مدد در رابطه با دین طلب کردن مدد بکنین به شرطی که معاهده را نقض نکنین. پس اسلام عناصر دولت معروف است. دولت چهار عنصر دارد: اقلیم، ملت و قدرت حاکمه، و بعدا هم قضیه اعتراف در میان آمد. هر چهارش را اسلام پذیرفته است، قضیه و در زمان خود نبوی و بعد از این وجود داشته است. و اضافه کنم همین حالا در قضیه مسلمانان ایگور چین، برای این خیلی مهم است این توجه به این مسئله، برای یک دولتی مثل افغانستان مثلا درست نیست که برود با چین بجنگد به خاطر بگوید که من ظلمی که بالای مسلمانان ایگور می شود من این را نجات میدم. شما از آموزهای اسلامی این است که باید در این ماجرا دولت افغانستان تا اونجا که ممکنه ملت خودش رو نمایندگی کنه بر اساس نص قرآن تا زمانی که ملت به این معنی یک مفهوم مدرن، این مفهوم نیست که همین مفهوم مدرن را به عنوان کلی قرآن بیان کرده است. یعنی شما ببینین وقتی که میگوید که
یک مسلمانی که در یک کشوری هست که من به عنوان یک دولت مسلمان با اون کشور معاهده دارم و دیت اون با دیت من مساوی نمی شود، حق و حقوقی را که من در داخل اسلام دارم ندارد، حتی غیر مسلمانی که در داخل من به عنوان دولت اسلامی زندگی می کند شهروند بالاتر هست نسبت به اون. یعنی ما در فقه امام ابو حنیفه همین تفکیکی که شما میکنید با خلافت سازگار نیست. برای من خیلی جالبه که شما معتقد هستید که درست هست اگر حاکمین کشورهای اسلامی، چه حاکم سکولار باشن، چه می‌دونم حاکم اهل شریعت باشن، اینها با چین مراوده داشته باشن، فارغ از این که دولت بیارن. چین بر مسلمان‌ها چه روا می‌کنه، فشار بیارن بالای حکومت چین، اما وارد تا زمانی که عهد دارن نمیتوانن جنگ بکنن از نظر شرعی. متوجه شدم، نمیتوانن جنگ کنن و اونها باید هجرت بکنن. متوجه شدم. اینجاست که فایده خصوصیت وجود یک دولت اسلامی اهمیت پیدا میکرد. اگر یک دولت اسلامی مقتدری که چندین کشورها را داشته باشد یا حداقل متحد باشد، بتونه فشار بیاره بر چین، معتقد است و پناه بدهد برای اون ایگوری ها که به اونجا پناهنده شوند. قزاقستان رابطه فرهنگی دارد با ایگوری ها، سرزمین فراخی دارد، اما همین سکولاریسم اجازه نمیدهد که اون ایگوری ها اونجا بروند. بله. مثلا آقای موقعه، همین مثالی که ایشون میزنن، ضرورت نوعی اتحاد میان کشورهای اسلامی یا حاکمین کشورهای اسلامی رو ایجاب نمیکنه و نشون نمیده که حدی از سیاست دینی به گفته ایشون لازمه برای مثلا دفاع از حقوق مسلمانان چین. دو لایه باید کاملا، دو سطح قضیه از هم تفکیک بشه، سطح اخلاقی موضوع و سطح حقوقی و قانونی موضوع. انتیتی ها، لیگل انتیتیز یا به اصطلاح کیانات حقوقی که ما میگیم، ساختارهای قانونی که در دنیا امروز شکل گرفته و این محصول تجربه چند هزار ساله بشره، اینها ماهیتا هویت حقوقی دارند. زبانی که با هم دیگر کمیونیکیشن کنن حقوقی است، نحوه تعاملی که با هم میکنن در چارچوب حقوقی است. مسائل اخلاقی یک سطح جداگانه است. به لحاظ اخلاقی نه تنها درباره مسلمانان اویغور، بلکه در قضیه حتی غیر مسلمان ها، هر کس که مظلوم قرار بگیره، ما مسئولیت اخلاقی داریم. باید فشار حقوقی هم آورد. بله، مسئولیت اخلاقی دارید، ولی وقتی جوامع اسلامی و حاکمین اسلامی قدرتمند باشن و حدی از سیاست دینی به حدی از سیاست دینی پایبند، لزومی نداره که اسم اون فشار خلیفه باشه، دیپلماتیک بیشتری بر چین بیاره. لزومی نداره خلیفه باشه. جمال عبد الناصر هم می آمد در موضع‌گیری های در کشورهای غیر متعهد در مقابل استعمارگران می کرد، در افغانستان، در الجزایر، در کشورهای دیگر. یقینا من با شما متفق هستم، میتونن اون دایره های اخلاقی رو دنبال کنن، مسئولیت های اخلاقی خود را پی بگیرن. من با جناب ایشان در این متفق هستم که کلمه ضرور نیست که انسان بگه کلمه خلیفه، ما باید بگوییم که این امام هست، اسمش امام، اسمش خلیفه. رئیس جمهور میتواند باشد. امروز مثل دولت های اسلامی، همین سازمان کنفرانس اسلامی که به تبدیل شد، این اگر فعالتر باشد، این میتواند یک مفهومی از همان خلافت را، امامت را تمثیل کند. اینها همه مفاهیم اینجهانی و عقلانی و معقولت المعناس به اصطلاح، مفاهیم تعبدی نیست. چیزی که خلافت به اثر خراب میکنه اینه که یک لایه متافیزیکی تعبدی داخل موضوع میسازه که او را از ساحه عقلانیت متعارف بیرون میکنه. بله، خیلی کوتاه. عقلانیت همین که در یک جامعه که اکثریت مسلمان هست، اونجا باید کشور خالی از احتکام به احکام شرع نبوده باشد. درست، وقتی که اکثریت جامعه مسلمان هست، تقنین هم که میکنن در پارلمان هم قانون تصویب میکنن مطابق با ارزش‌های دینی خود میکنن، ولی او کسی که تصمیم میگیره مردمن، نماینده های مردمن و مشروعیت خود قانون از تایید مردم میگیره. حضرت عمر، از کسی که خود نماینده خدا در روی زمین کسی که کسی را بیعت میکند بدون مشوره مسلمان ها بیعت ندارد. انتخاب به سوی امت هست در اسلام. اهل حل و عقد هم در تئوری خلافت مردم نقش ثانوی دارند، چرا که خلیفه نماینده خدا یا نماینده پیامبر، نه نماینده مردم. انتخاب خلیفه اصلی است. استعلا، یک استعلاست، یک استکفا. یعنی بعد این حکم ضرورتی است که یک نفر مقتدر میآید، خود را خلیفه اعلان میکند و من ضرورتا او را میپذیرم، اما اصلا باید به سوی مردم مراجعه بکند و از سوی مردم انتخاب شود، همون طوری که ابوبکر شد و همون طوری که عثمان شد و همون طوری که علی شد. ببخشید یک دقیقه، حضرت عثمان وقتی که مورد اعتراض بخشی از مردم قرار گرفت، مردم گفتند که
شفا کن. او گفت هذا قمیص قمصنی الله به این پیراهن است که خدا بر من پوشانده است و من بخواست مردم این پیراهن را خدا بر من پوشانده قرار نمیگذارد. نفرای از خلیفه خود را از طرف خدا میده. حضرت معاویه هم میره میگفت خوارج بر عثمان گفتن، میگفت که خدا پادشاهی برکست داد. خوارجی که بر علیه عثمان آمدن از مصر و از کوفه گفتن استعفا کن. بسیار خوب، همینجا فکر می‌کنم اجازه بدید برنامه رو خاتمه بدیم. خیلی ممنون، به آخر پرگار این هفته می‌رسیم. ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمان‌های برنامه، محمد محق و محمد الله صخره. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه آخر پادکست رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. شب و روز بر همه شما خوش.